آشکارم چند تا خواهر برادر هستی؟ برادر خواهر میخوشم و شدیه خواهر چهار تا بودن دو دیم خواهر فوت کرده دو تا بودی هستم نشد شما بر خواهرتون اسم خواهرتون رو بفرمین اسم خواهر همه شما بودم بله بله بزرگر فاطمه بله بعد حاجه بعد معصومه بعد ربابه ربابه که خودتون هستین آخرین فرزند مادرتون هستین درسته؟ هاش خانم چرا از قائن تشریف آوردن مشهد؟ یعنی پدر مادرتون اومدن مشهد؟ نه ساکن. نه مامزه ماتر میده آها شما خودتون بعد از ازدواجتون تشریف آوردن درسته؟ وگرنه پدر مادر همونجا تو قائن دفنن درسته؟ بله هاش خانم مادرتون چه شخصیت خاصی داشتن که شما به ارث بردین؟ چه جور آدمی بود مادرتون؟ میشه مادرم برمان؟ خیلی بسیار خوب بود هم بابا هم آدم بی بود و نگاه آسمون نمیکنن بابا خدا بیا مادر رحمت کنه همه خدا رحمتشون کنه برفتم من گفتم برفتم کربلا مثلا با اولا چند ماه تو راه بده بعد مگه منزل منزل میشستی مثلا نماز مخونده نهار مخونده بعد که نزدیک کربلا بود میگن مثلا چند مرغای سفید اومده انجلو قافله بله صدای ظریفی داشتم گفتن داد حسین کشته شد کشته شد خوب. بابام تعریف کردن میگن یعنی بودن دنون قدیم ساده بودن ساده بودن عقیده ها صاف بوده نیتشون صاف بوده باید بابای داشتم پیاده یک لاخت و خیام رن نگه جلو پای خونم که مثلا این بر نگاه خیلی مامن یه بابا یک مرد یه دن اصلا سالم ما را ملوی قرآن ها بجمع میکنه همه بودن تو ما بجمع دختر خواهر کچک قرآن خون شده بود شاری خوب بعد همیجون همه هم گم گم یک چاده برو این معصومه بگیرم که قرآن خون شده بودن همیجا علی یا علی همه یاد میکنه یک دو بگیر خوابیده لباش قرمه چیش کاره نیست نه گفت درده در ندارم این طور مرگی که بابا خدا بیام مریض هم نبودن نخیر اجلو قرآن فوت کردن یک فوت خیلی راحت و خیلی راحت مادرم اصلا بچه فوت کردم خدا رحمتش اون زمان ها دکتر اینا نبودن یعنی ما چند سال بی مادر بی پتر برادرم که ندارم هیچ خدا رحمتشون کنم روحشون شاد بشه انشالله هاش خانم پدرتون چه کاره بودن تو قائن؟ کشاورز بودن کشاورزی هستم من ولی عمر رو کشاورزی بودم کشاورز من با خودش هستم من خودشم بردم شما میرفتین کمک بابا میکنم بله من کمک میکردم شب و روز ما کار ما کشاورزی بودم کار دیگه ولن نمی کردین هنر دیگه انجام نمیدونیم فقط هم کشاورزی بابا با میرفتین همون کشاورزی کمک پدر میکردین مادرتون چی؟ مادرم خانه دار بودن خانه دار دیگه بزرگ کردن بچه ها رخت لباس بشاره که خب هاش خانم اسم پدر بزرگ و مادر بزرگتون یادتون هست؟ قاسم پور اسمش اسم کوچیکش اسم کوچیک پدر بزرگه اسمشو قاسم پوره اسمشو بوده اسم خودشو قاسم بودنه اسم مادر بزرگتون؟ اونم بیدین فراموش کرده فراموش کرده اول نستم هوشم ندن نمیتونست شد حالا اشکال نداره هاش خانم آدرس خونتون تو قائن و بلدین یادتون هست یه وقتی میرین قائن میرین اون مسیرها رو یا نه ما هم 10 سال 20 سال قائن نمیره دیگه نره بچه ها براد میرم برای سرخاک مزار شهید اونجا مرا اینجا قرآن بریشون بدم مثلا خونم کسی نداره دیگه کسی قائن نداره بخیر برادر شهید اینجا خانه داره اونجا خانه داره میایم اینجا دور مایم دیگه تک قائن کرده خزر چند تا داره اونجا کسی که دیگه نداره دیگه نمیره خوش خانم اون زمان چه غذاهایی رو شما میخوردین؟ غذای ما همه کشک و خوریدو مثلا بلغوشی رو مثلا به جای برنج بلغوشی پا خوریدن با فرمه و وسط میگیردم چی چیزا با رشته کلاه و درست میگیردم چه غذای خوشمزه یا بوده خراف هم پشک و ماس و شیر و چی چیزا بوده بعدش خب این خریدای سالتون رو مثلا شما در طی سال چه خریدایی رو میکردین؟ بله تو طی سال چه خریدایی رو میکردین؟ مثلا خرید لباساتون رو که میخریدین؟ فقط بقولی که میگه هر وقتی که دلتون خواست یا نه در سال مشخص بود ما لباس ما هر سال یک دو یک لباس نمیخریم چجوری خود توضیح بدیم برای؟ این لباس ما پاره نیشه لباس گیری نمیخریم
خب معمولا مثلا چه موقعی میخرید وقت بچه بودین؟ مثلا پدرتون چه موقعی براتون میخرید؟ هم عید با نوروز با مثلا ایتی که چیز برای ما میگرفتن گیری نوروز به نوروز براتون خرید میکردن؟ بله نوروز به نوروز. چه جور لباسایی رو براتون میخریدن هاش خانم؟ معمولی. یه خود توضیح بده. بله مثلا فقط مهم پوشیدن بود و به حال از لحاظ سادگیش هم که سادگی از این مثلا زرق و برقای امروزی نبود. نه اصلا ما الان عمر خود را کردیم فقط زیارت امام حسین و زیارت رفتم. هیچ جاله ما گفتم بریم کاشان. من کاشان نمو حضرت معصومم برگونش برم. هر سال من بگردیم هر سال اینو ما صدا نزدیم. بگم برای شیراز انشالله باز روزی بشه انشالله. هاش خانم مدرسه یا مکتب رفتین شما؟ میرفتین؟ نه خیلی دیدم خوشاوزی بودین دنبال مکتب هم نرفتین؟ مکتب قرآنی قدیم؟ نه خیلی من سواد آموزی و یک مدت رفتم. موقع بچه بودین تو بچگیتون؟ نه خیلی بچگی دیده تا بزرگ شدین کشاورزی بوده. هاش خانم اهل مسجد و نماز و اینا بودین وقت بچه بودین؟ مسجد و نماز بودین؟ که خیلی زیاد حتی مسجد و روزه مرفته مثلا این محمد شیر و شیر مخواه گیریه میکردم. مال کوچیکه خودتون وقتی تو خونه پدرتون بودین؟ بله. همه روزه ها مرفته. خب بیشتر با روزه خیلی علاقه دارم به قرآن رو هر جا روزه یعنی دو فرسقی روزه بشه مرو. مسجد رو با کی شروع کرد؟ کی دست شما رو گرفت برد مسجد؟ خودتون میرفتین یا مادر یا پدر؟ با مادر میرفتم، با خواهر میرفتم، با همساده ها میرفتین. شد که مجبورتون کنن برین مسجد؟ نه. خب چجوری رفتین؟ چجوری آشناتون کردن؟ دوستش داشتم. دوست داشتم. روزه امام حسین خیلی دوست دارم. خیلی. خب. زده برفتم که زیارت امام حسین. سلامتی. هاش خانم کی نماز خوندن و اولین بار تو بچگی بهتون یاد داد؟ بابام خدا بیامرزه. خدا رحمتش کنه. مثلا نماز بخوندم بلند و مثلا بابا تو آسته من بلند و تو آسته من نماز بابا یاده دو از زمان بابا یاد داده. پشت سر بابا. سوابم نوشتم. پشت سر بابا نماز. بله پشت سر بابا نماز خوندید. خدا رحمتشون کنه، خدا بیاموزه. در زمان به ما یاد دادم مثلا اینا همیشه هر چی میگفتم ما تکرار میکردیم. آفرین. بعد هاش خانم از لحاظ حجابتون تو اون زمان به حساب چجوری بود؟ چجوری حجابتون رو شروع کردین؟ حجاب ما از این روسری سنجاق روسری اینجی بود بلند مثلا لباس بلند. خوب. بیشتر یعنی بافتنی ها بود. خوب. خود ماما بافتم مثلا لباس به دختر کرد پرچه کرباسی یه دی حرفا خود میبافتن؟ بله مادرتون میبافتن؟ خود ماما بافتن، مادرم میبافتن، همینا مثلا استفاده میکرده. خوب بعد هاش کنم این توی چیز برای نماز خوندنتون که میرفتین توی مسجد بعد مجبورتون میکردن مثلا شما برین خب الان وقت نمازه برین برای نماز یا نه خودتون دوست داشتین که برین؟ بعد از لحاظ حجابی اون حجاب رو یا اون چادر رو یا اون روسری رو پدرتون مجبورتون میکرد بذارین سرتون یا نه خودتون دوست داشتین؟ خود ما دوست داشتیم. خود ما دوستیم. بابا ننه ما موجود پوشیده بودن همش موجود پوشیده بودن. بعد برادرتون یه وقت تعصبی نداشت روی برادر که اینا کوچیک بودن سه تا برادر داشت کوچیکتر از شما بودن برادرتون؟ خدا رحمت شما. گفتیم پس فقط همین بحث بافتنی لباسا و اینا رو شما خودتون چیز میکردین؟ خودتون درست میکردین و میبافتین و بعدش هم درست میکردین پارچه ازش میبافتین. خب هاش خانم هاش آقا که به رحمت خدا رفتن حاج آقا اهل کجا بودن؟ اسم کامل حاج آقا رو بفهمه؟ اسم فامیلشو؟ اسم خودش حاج آقا همسرتون حسین حسینه؟ گوشکی اهل کجا بودن حاج آقا؟ اهل مقایی بودن ولی اصلیه مادرشو موضوع بیا اسم گوشی بودن. گوشی کجا هست؟ روستایی مثلا. چرا بهش میگفتن گوشکی؟ خب اسم شر گوشیک بله. معنیش نمیدونین برای چی میگفتن گوشی؟ نه نمیدونم. در جریان نیسته. حاج آقا چند تا برادر خواهر داره؟ حاج آقا یک برادر دارم. یک دونه برادر یک دونه خواهر ندارن حاج آقا؟ خواهرش هم فوت کردن داشتم دوست. چند تا؟ دو تا خواهر داشته؟ یک دونه هم برادر داشته. حاج آقا چند تا فرزند خانواده بودن؟
من به خدا دقیق نمیدونم. در جریان نیستی نمیدونم. یعنی الان 75 عمر مونده. اسم مادر شوهر و پدر شوهرتون یادتون هست؟ اسم مادر شوهر فاطمه. فاطمه گوشکی. اسم پدر شوهرتون چی؟ اسم پدر شوهرم مرتضی. خوش خانم، حاجی آقا چی کاره بودن همسرتون؟ مالدار، چوپان. چوپان بودن تو هم قائن؟ بله چوپان بودن، مثلا تو سر مله ها اینجا ها اینجوری دور میزدن، مثلا کوچ میکردن. بعد پدرشون چی کاره بودن که حاج آقا مالدار بودن؟ پدر اینو گاف چرون اینجور بودن، مثلا تو قرقری شدن خفه شدن. قرقری چیه؟ مثلا قرقری هم گرد که چای آب بودن تا شنو کنه آب بخور افتاده داخل گده نیامد بیرون. اون چای؟ از گاف همه چون نه گاف گله گاف اینجوری. آره. اینجوری گله دار بودن. بله خب بعد رفتن توی بیابون افتادن توی چا. بله. بعد حاج آقا که همسر شما باشه، ایشون هم ادامه ای کار پدرشون همون چوپانی و اینا رو داشتن، درسته؟ حاج خانم، حاج آقا چه خصوصیاتی رو از اخلاقیات مادرشون به ارث بردن؟ مادرشون چه خصوصیتی داشت؟ مادر شوهر خیلی رحمت رو خیلی آدم خوب خدا رحمتشون هم مامانش خوب هم خودش خوب بودن خوب. خیلی یک تو به ما نگفتن خدا خیلی خوب بودن به خدا لحاظ منی سید بودم. سید بودن؟ بله مادر سید بودن. خب شمزاده بودن خیلی بسیار خوب بودن. خب بعد اون از اخلاقیات مادرشون چه ارثی رو بردن حاج آقا که توی زندگی شما به کار برده شد و زندگی اینا همه مادر یاد میدید مادر خوب بشه حاج آقا درخت این شما مقایده مادر خوب بشه میبشه خوبه حاج آقا پس خوش اخلاق بوده خیلی خوب بوده. خوش اخلاق خدا رحمت شو کنه روشون شاد باشه انشالله. پس از حاج آقا خیلی راضی بوده این شما. خدا بیاموزه. خب پاش خانم، بچه هاتون با شما ها خیلی راحت تر بودن یا با آتیف؟ با شما یا با پدرشون؟ همه با ما و با پدر همه فرقه.